امروز در خدمت آرش روشن هستیم، از اساتید استندآپ کمدی ایرانی در خارج از کشور و اخیراً هم یک برنامه استندآپ کمدی در شهر زیبای مونترال داشتن که خیلی مردم استقبال کرده بودند و خیلی معروف شده بود. به خاطر همین ما دعوتشون کردیم به استودیوی آوا تی وی. خوب هستی آرش جان؟ ممنون، خوشحالم در خدمتتونم. قربان شما. با گلای توی خونه یه صحبتی می‌کنی و بهشون می‌فرمایی که چند ساله که در واقع خارج از ایران هستید و چند وقت هستش که این استندآپ کمدی رو استارتش رو زدی؟ حتما، من حدود 14 ساله که آمریکا زندگی میکنم. خیلی خوشحالم که تونستم توی شهرهای مختلف اروپا و الان توی مونترال زیبا و شهرهای مختلف آمریکا در خدمت بچه‌ها باشم و استندآپ اجرا کنم. خب کلا این استندآپ رو از چی شد که شروعش کردی؟ یعنی با چیز دیگه شروع کردی به استندآپ ختم شد، یا یعنی اینکه چه ایده‌ای داشتی که این استندآپ رو شروعش کردی؟ بعد از جریانات جنبش مهسا ژینامینی شروع کردم یه سری اسکچ کمدی ساختن. فکر کنم خیلیامون یه زندگی قبل از مهسا داریم، یه زندگی بعد از مهسا. منم یه سری محتوا ساختم که بعد به صورت اسکچ کمدی، طنز سیاسی و دینی اومد بیرون. بعد خواستم اون رو جدی‌تر دنبال کنم، بچه‌ها رو ببینم. یه سری طنزای عمیق‌تری هست که گاهی وقتی تو محتوای یه دقیقه آنلاین می‌سازی اونطوری نمیتونی بری تو دل و جگر مطلب. توی استنداپ توی اتاق هستی با بچه حدود یک ساعت و نیم خیلی میتونی بیشتر با بچه ها توی همون تنز عمیق‌تر کار بکنی. بچه ها میبینن ات حضوری، میبینن تا هم آدم عجیب غریبی نیستی، ولی خب ممکن تفاوت نظر داشته باشیم با هم دیگه و یه حس خیلی متفاوتی داره نسبت به تنزی که آنلاین میساختم. تا الان خیلی فیدبک خوبی گرفتم. آره، جو خیلی خوبی داره. من دیدم که کارت هم متفاوت به نسبت بقیه کسایی که کار استندآپ کمدی میکنن. کاراکتر خودت رو داری و این خیلی جالبه. دیدم که لهجه شیرازی رو خیلی استفاده میکنی توی استندآپ. شما خود متولد شیراز هستی؟ بله بله. خب کجای شیراز؟ فلک گاز. من فقط اونجا رو بلدم. همونقدر که نگفتی فلک گازو چون میدونم اشتباهه. چیزی که در مورد حضرت خیلی ذهن من درگیر می‌کنه این است که ایشون اول که بهش گفتن برو یه کشتی بساز که فیل و زراف و همه چی، این حضرت نو داستانش رو مثلا میام که میگن بدون لبخند نمیتونن بگن. خدای یکی دیگه سخته باش، یعنی جز کارتون نمیشه. گفتم برای کشتی بسازم، بنده خدا مثلا خوب شده شیرازی هم نبوده بعد بعد مثلا 50 سال بعد وقت می‌ذاشته کشتی بسازه، بعد به همه بار بگو دونه دونه دیگه، مثلا سوشال میدیا و ایمیل و اینا که نبوده، بار به هر بزن دونه دونه همه بگو فلان روز قراره یه بارون بیا سه بیا شما همه تون بمیرید، من یکی بیان سوار کشتی من بشه. ما هم یه استنداپ می‌خوام برگزار کنیم، پیر خودمون در آوردیم، اینستاگرام و نمیدونم لینکدین و فیسبوک و توییتر و تبلیغ پولی و به همه بگو تلگرام و صحبت ها. آخرش من و فرق که انجام میرم ده نفر فوش میدن اومدی مونترال مردی که دو قرون پخش کن اطلاع رسانی بکن. والا وارد این رشته شدیم اثری داره روی کار خوده؟ چون میدونم که خودت مهندسی خوندی و اینا با هم چطوری هست؟ همدیگه رو اذیت میکنه این کارا یا نه؟ خیلی، اصلا دو تا دنیا مختلف هست. آره، من مهندس کامپیوتر بودم توی آمریکا، اوایل شرق آمریکا کار میکردم، بعدش هم رفتم سمت سیلیکون ولی. ولی استنداپ واقعا یعنی کلا یه دنیای دیگه است. یعنی توی دنیای کامپیوتر تو تا اونجایی که میشه با ماشین کار میکنی، با آدم سر کله نمیزنی. دنیای استنداپ یه جورایی انسان‌ها رو مهندسی میکنه که مثلا اون حرفی که میزنی آیا کسی که فلان تفکر رو داره براش جالبه، اون حرفی که میزنی مثلا هدفت چیه، فقط خنده بگیری، طرز تفکر یک کمی نرم‌تر بکنی. به نظرم یعنی وقتی فکر میکنی به نوشتن طنز یه جورایی داری همش به مغز انسان فکر میکنی، برعکس وقتی داری مهندسی میکنی همش داری فکر میکنی که لاجیک کامپیوتر چی هست. خلاصه دنیاهای کاملا متضاد. آره، توی روابط اجتماعی هم بعد فکر کنم خیلی خوب باشی، به خاطر اینکه کسایی که تو استنداپ کمدی هم بعد لمس کرده باشن انواع ارتباطات بین مردم و یا چیزهای مختلفی که در جامعه هست. دیدم که یه سری چیزها رو مثلا کلیپ‌های داشتی که مثلا یه جا بسیجی میشی، یه جا چیز میشی و برام جالب بود که ببینم کی از ایران اومدی، چون کسی که اینها رو انجام میده بعد یه مدت تو ایران بوده باشه، اینها رو از نزدیک دیده باشه. آره، خودت تو این قضايا اذیت شدی قبلا تو ایران با همین داستانای بسیجی بازی‌ها و این داستانا؟ متاسفانه آره، یعنی فکر می‌کنم هممون
کسایی یعنی ایران به دنیا اومدن و حداقل چند سال اونجا گذروندن، خود به خود سیاست و اون اتفاقایی که تو ایران هست شامل زندگیشون میشه. آره. هر توی مثلا مدارس من یادمه که خب آستین کوتاه ما نمیتونستیم بپوشیم یا مثلا کمربند اگر میبستیم بعد سگک کوچیک داشت. مثلا من یه بار سگک درشت و شرمندم، این مسئول حراست اومد گفتش که مسئول بسیج مدرسه، گفت شما چرا کمربند سگک داره؟ گفتم ببخشید حاج آقا دفعه بعد گرش میزنم. یه ما رو بردن یه فصل کتک زد و همینجوری داستان ها بود. بعد آدم این چیزها رو بعدا متوجه میشه و میبینه که چقدر بعضی هاشون اینها مسخره است و میگم وقتی این داره میری میبینی خب خیلی فکاهیه و کار شما حالا یه خوبی که داره میشونه این چیزها رو به صورت طنز بیاد نشون بده، بیاد نشون بده که ما خیلی کارهایی که انجام میدادیم قبلا و اینقدر فشار رومون بوده چقدر دلایل بعضیش الکی داره و شاید بتونه اینها کمک بکنه که اینها اصلاح بشه در آینده. امیدوارم. آره، یعنی گاهی واقعا آدم تعجب میکنه که قرن 21 بعد از یعنی این همه دسترسی به اطلاعات کماکان مثلا چیزای اینجوری رو میبینی. آره آره، خیلی هم زیادن، خیلی هم زیادن. مثلا الان هم که در این شبهای عزیز آره در این شبهای عزیز من و شما اتفاقا الان فکرم دوران محرم است، ما از این اینستاگرام میفهمیم چون اینجا خیلی این چیزا خب کمرنگ آدم متوجه نمیشه. هر وقت میبینیم تو اینستاگرام دارن قیمه میپزن میفهمیم ما هم که به صورت اتفاقی هر دو هم رنگ عشق پوشیدیم. من فکر کردم شما اینجا قیمه میدین اون بالا. نه اینجا بچه میشه ویژیتریان، ما قیمه با قارچ. قیمه با قارچ میدیم. آقا من چند تا سوال شخصی بکنم. یکی اینکه شما جیم کجا میرید؟ من دیدم که بدنتون رو فرم خیلی تلاش هم میکنم. من بیشتر اهل فوتبال بودم. دیگه یواش یواش دیگه وقتی مفصلا خورد خاک شیر میشن دیگه آدم میره جیم. نه کلا ورزش حرفه‌ای همینه. همیشه آسیب میزنه بعد آدم بعد بیا. یکی دیگه این که شما با سوزان جون نسبتی دارین؟ نه، چون فامیلیتون روشن هست. میپرسن همه ولی نه متاسفانه. آره، ما بالاخره چون همه قدیمی ها بالاخره یه کراشی روی سوزان خانم دارن، شما فامیلیتون روشن همین. آره، همین باعث خیلی چیز جالب. من گفتم نکنه فامیل هستی از آمریکام که میایید. آره، اون وقت توی این برنامه‌های استندآپ کمدی شده حالا یه وقتایی روی مثلا نکات یه کمی مذهبی ممکنه دست بذارید و فیدبک مردم چطوریه؟ اینجوری هستش که مثلا چون مثلا به فرمایش هم اینا که شرکت میکردن لیست فوش میومد اون پایین روی یوتیوب، روی این چیزا من دیدم که همه اکثرا مثبت بودن روی برنامه‌های شما. بوده فیدبک خاصی داشته باشی؟ اکثرا آره مثبت هست فیدبک ها، ولی هدف من نیست که برام بالا نوت کنم و مثلا اون فکری که من دارم رو به زور بچپونم به تو سر همه. هدف این است که اینکه آزادانه درباره عقیده‌مون صحبت کنیم و عادی کنم. حالا یکی میاد کاملا هم عقیده است با من میخنده، یکی میاد که مثلا شاید که مذهبی تر باشه تفکرش نرم تر میشه، یکی هم ممکنه بیاد اصلا تفکرش تغییر نکنه. آره. و اون واقعا مسئله نیست. اینکه بدونی که به همدیگه آسیب برسونیم بتونیم عقیده مختلف داشته باشیم، این به نظرم یه تمرین خوبی است که توی جامعه مسالمت‌آمیز زندگی کنیم که تفاوت نظرم وجود داره. درست. یه سوال دیگه این که شما دیدم که ویدیوهاتون در واقع یک اتفاقی که در ایران میفته مثل برنامه انتخابات که یک کلیپ داشتید خیلی سریع یه چیز خیلی جالب در مورد اون در واقع میذارید توی اینستاگرام و خیلی جالب بود که اینقدر سریع شما چطور این سرچاتون چطوریه که اینقدر واکنش سریعه و اینقدر جالبه و اینقدر به موقع است؟ ممنون از فیدبک. راستش من اون چیزی که حس میکنم تو دل مردم ایران یا ایرانی ها هست و برای خودم هم خنده داره رو سعی میکنم بسازم. ریسرچی که میکنم بیشتر از محتوایی میاد که مردم دارن دربارش صحبت میکنن. مسیر خاصی رو نمیرم چون نمیخوام اون چیزی که میسازم همیشه یه ویو پوینت مثلا یه شبکه خاصی باشه. مثلا برای انتخابات تو ذهن خیلی از ایرانی ها بود که باز دوباره همین آشا همین کاسه. ما مثلا خاتمی رو تجربه کردیم، ما روحانی رو تجربه کردیم و می دیدیم که مثلا خیلی از رسانه ها دوباره کماکان دارن بهش می پردازن. برآیند اینا میشه یه ویدیویی که من سعی می کنم تو یک دقیقه یک دقیقه و نیم خلاصش بکنم و معمولا وقتی یه چیز باشه که
خودم در تنهایی خودم خیلی بهش میخندم خوب جواب میده. آره و پوینتش این بود که خیلی به معیاری خیلی سریع بود، یعنی هنوز حال و هوا در همه حال و هوایی که هست این ویدیو اومده. پس از سقوط پرپکان، مسعود پزشکیان 14 سکاندار قایق پوسیده علی خامنه ای شد. با وجودی که در حوزه های انتخاباتی قوپره میزد، جمهوری اسلامی میزان مشارکت مردم رو بالای 50% توصیف کرد. میره 50% یعنی چی؟ یعنی شما 3 نفر هستین، یکیتون رأی داده، یکیتون رأی نداده، یکیتون هم امیر عبداللهیانه که هیچ کی آدم حسابش نمی‌کنه. خلاصه 50-50. حالا شما با این همه استعداد توی این قضیه و این همه تجربیات، برای کسایی که بخوان در واقع وارد این عرصه بشن و بخوان کار استندآپ کمدی بکنن، چون خیلی ها دوست دارن، من دیدم خیلی ها علاقه دارن، چه پیشنهادی داری؟ چطور این کار انجام بدن؟ از کجا شروع بکنن؟ حالا پیشنهاد اولم اینه که فقط انجام بدین. یعنی بزرگترین پله این هست که بگذارین از این قسمت ترسه که برین جلوی مردم و انجام بدین. حالا اون که مردم بخندن نخندن هر چیزی، ولی اون دل و جرأت اولیه به نظرم یه چیزی هست که خیلی ها رو عقب نگه میداره. خارج از ایران مسلماً این که آدم فارسی انجام بده یه موزل بزرگتری هست، چون توی زبان انگلیسی یا زبان اون کشوری که بچه ها توش زندگی میکنن میتونی جوین بشی به استند کمدین‌های دیگه. برای استنداپ فارسی اجرا کردن و مخصوصا آدم شو خودش رو اجرا کنه مشکلات لوجستیکش زیاد هست. برنامه خودتو اجرا کنی، هزینهش، سالون پیدا کنی، آدم ها رو جمع کنی، اون یک کمی شاید سخت‌تر باشه. که این که من توی اینستاگرام حدود یک سال اسکچ کمدی کار کردم کمک کرد به اون. ولی اگه کسی فقط علاقه داره، حتی توی شهرهایی که من قرار اجرا بذارم، من خیلی خوشحال میشم که به قولم میگن سنگ مفت گنجش مفت، بیاین 3-4 دقیقه اجرا کنین. من تو شهرهای قبلی هم که رفتم به بچهای ایرانی که چه زمینهای هنری دیگه فعال بودن، چه کمدی اجرا میکردن، من توی اینستاگرام استوری میذارم میگم اگه دوست دارین بیاین 3-4 دقیقه تست کنین خودتونو، شما میتونین بیاین انجام بدین، منم خوشحال میشم داشته باشم. خیلی عالی بوده، من اینو نمیدونستم. اگه میدونستم مونترال میومد حتما. آره بسیار عالی، خیلی ممنون از شما که این امکانم برای بچهای ایرانی گذاشتید، بچهای فارسی زبان کلا. خیلی عالی و امیدواریم که روز به روز این قضیه در واقع بیشتر بشه و ایرانی ها در واقع از کانکشن ها میاد دیگه، با هم بودنشون و این کانکشنشون بیشتر بشه و روز به روز موفق تر باشن. ممنون. اینم بگم من البته توی مسیری که دارم میرم خیلی کمک های زیادی از بچه ها دلی داره میاد سمت من. من میرم توی شهری میگم خب واقعا با هزینه سفر و ونیو این صحبت ها مثلا من نمیتونم برم خرج برای فیلم بردارم اون آنچنانی بکنم، دو سه نفر میام مسج میدن میگن ما فقط دوست داریم بیام اینجا کمک کنیم. یعنی اینقدر که من دارم کمک میگیرم، این مقداری که مثلا من بگم 3-4 دقیقه یکی بیاد اجرا کنه، واقعا در برابر اون هیچی نیست و باعث خوشحالی منه که منم بتونم همطور که میگیم با ایرانی‌های بیشتری کانکت بشم و بتونیم دست هم دیگر بگیریم. بسیاری. برنامه‌های آینده‌تون چیه در کانادا؟ من شنبه تورنتو اجرا دارم، خوب. بعدش هم نیویورک، ونکوور و بعدش هم کالیفرنیا. ونکوور چندم هست؟ 29 آگوست. 29 آگوست. پس عزیزان، کسایی که برنامه‌ها رو می‌بینن از شهر ونکوور هم بشتابند و این برنامه‌ها رو از دست ندن. خیلی خوشحال شدیم. آره شما صحبتی دارید با بیننده‌ها؟ من فقط بگم دوستتون دارم، بچه‌های داخل و خارج ایران. من بچه‌های خارج ایران که می‌بینم، یعنی واقعاً قوت قلب می‌گیرم که ادامه بدم به این کار طنز، از فیدبکی ازتون می‌گیرم انرژی می‌گیرم و دوست دارم بیشتر ببینمتون. بسیار عالی. پس به اتفاق آرش عزیز تا برنامه دیگه آیلاوی تک تکتون رو میبوسیم به امید موفقیت‌های آرش در تمامی عرصه‌ها و مخصوصاً عرصه استندآپ کمدی هرچه بیشتر و بیشتر. خدا نگهدار.